ده مورد از بهترین باغ وحش‌های دنیا. سلام، اگه دنبال جذاب‌ترین ویدیو در مورد باغ وحش‌ها هستین، حتما اینو ببینید. تجربه دیدن حیوانات برای آدما همیشه هیجان انگیز بوده، مخصوصا الان که ما انسان‌ها اکثرا توی شهر زندگی می‌کنیم، کمتر پیش میاد که حیوانات رو از نزدیک ببینیم. برخی از کشورها با ساختن بزرگترین باغ وحش‌ها و نگهداری گونه‌های متفاوت از حیوانا، اونجا رو به یکی از بزرگترین جاذبه‌های کشورشون تبدیل می‌کنن. از اروپا به قاره آمریکا تا آسیا و آفریقا، ما لیستی جامع از بهترین باغ وحش‌های جهان رو برای شما آماده کردیم. منتظر باشین تا در این ویدیو اونا رو ببینیم. برای اینکه بتونین به همه ویدیوهای ما دسترسی داشته باشین، دکمه سابسکرایب رو بزنین و علامت زنگوله رو هم لمس کنین. اولین مورد، باغ وحش هوگل. باغ وحش هوگل در ایالت یوتا قرار داره. وسعت این باغ وحش 17 هکتاره. گونه های زیادی از حیوانات توی این باغ وحش زندگی می کنن و این باغ وحش 17 هکتاری بخشای مختلف آب و هوایی متناسب با حیواناتی که اونجا زندگی می کنن داره. این باغ وحش عظیم چند تا قسمت مختلف داره. ساختمون میمون بزرگ. این ساختمون حدود سال 1965 ساخته شد. امروزه این نمایشگاه برای نگهداری گوریل ها و اورانگوتان ها طراحی شده. این ساختمون از 4 نمایشگاه داخلی با 2 نمایشگاه خارجی در مجاورت هم تشکیل شده. باغ وحش هوگل زیستگاه 2 گونه میمون، 3 گوریل جلگه‌ای غربی و 3 اورانگوتان برنه. ساختمان حیوانات کوچک. ساختمان حیوانات کوچک در دهه 1970 ساخته شده. این ساختمون خودش به تنهایی دارای 4 اکوسیستم مختلفه، از جمله منطقه گرمسیر، معتدل، کویر و شبه جنگل بارانی. این ساختمون شامل خزندگان مختلف، دوزیستان، پستانداران کوچیک و پرندگانه. بخش دیگه ای از این باغ وحش منطقه معتدله. منطقه معتدل دارای حیواناتی از مناطق معتدل در سراسر جهانه. تمساح‌های سیامی این باغ وحش زمستونا در منطقه معتدل زندگی می‌کنن. معمولاً گونه‌های حیواناتی که تو منطقه ماداگاسکار هستن توی این بخش زندگی می‌کنن. منطقه کویری. تو منطقه کویر بازدید کننده ها میتونن حیواناتی رو پیدا کنن که در بیابان‌های کل دنیا پیدا میشن. تو این بخش شما میتونین از گونه های حیواناتی مثل خوک آفریقایی، جغد و یک کلونی خفاش دیدن کنین. لاک‌پشت و عنکبوت هم از خزندگان منطقه کویر هستن. منطقه بعدی، منطقه استوایی. تو این منطقه حیواناتی از جنگل های بارونی سراسر جهان زندگی میکنن. تو منطقه استوایی بازدید کننده ها میتونن برخی از گونه های میمون، لاک‌پشت های هندی و نوعی از مارها رو اونجا ببینن. بخش مخصوص فیل ها. حیوانات عظیم الجثه نسبت به ابعاد بدنشون باید جای زندگی بزرگتری هم داشته باشن. باغ وحش هوگل برای فیل ها بخش جداگونه ای ساخته تا فیل ها بتونن با احساس راحتی بیشتری زندگی کنن. و آخرین بخش این باغ وحش، منطقه ارتفاعات آسیایی. گربه های آسیایی و پانداهای قرمز حیواناتی هستند که شما میتونید توی این بخش مشاهده کنید. پلنگ ها و سیاه گوش ها و دیگر حیوانات آسیایی هم توی همین بخش زندگی میکنن. باغ وحش کومو. باغ وحش کومو تا حالا نقش اساسی تو تامین نیازهای تفریحی ساکنان سنت پل و جوامع اطرافش داشته. این باغ وحش سال 1897 تأسیس شد. یه نکته جالب در مورد این باغ وحش اینه که ورودیش رایگانه. اما اگه شما مایل به کمک به این باغ وحش باشین، میتونین برای بزرگسالان 4 دلار و برای کودکان 2 دلار به باغ وحش پرداخت کنین. این باغ وحش 100 ساله چیزی بیشتر از یه باغ وحشه. توی این باغ وحش یه هنرستان شیشه وجود داره. روبروی این هنرستان هم یه باغ به سبک ژاپنی ساخته شده. علاوه بر اینها زمین گلف، دریاچه و مسیرهای پیاده روی هم توی این باغ وحش وجود داره. این باغ وحش به خاطر نگهداری خرسای قطبیش خیلی معروفه. باغ وحش فیلادلفیا.
باغ وحش فیلادلفیا 21 مارس 1859 تأسیس شد، اما افتتاحش با جنگ داخلی آمریکا تا 1 ژوئیه 1874 به تعویق افتاد. این باغ وحش با 1000 تا حیوان و قیمت پذیرش 25 سنت افتتاح شد. باغ وحش فیلادلفیا یکی از باغ وحش‌های برتر در جهانه که برای پرورش حیواناتیه که پرورش اونا برای ادامه نسلشون لازم و ضروریه. این باغ وحش 17 هکتاره. نزدیک به 1300 تا حیوان توی این باغ وحش زندگی میکنن که بسیاری از اونها نادر و در معرض خطر انقراضن. به خاطر همین متخصصای زیادی توی این باغ وحش برای جلوگیری از نسل حیوانات در حال انقراض کمک میکنن. باغ وحش ریور بانکس. ریور بانکس یه باغ وحش، آکواریوم و باغ گیاهشناسیه که وسعتش به اندازه 69 هکتاره و توی کولومبیا در کارولینای جنوبی قرار داره. از این 69 هکتار 28 هکتارش باغ گیاهشناسیه. بیش از 4200 گونه گیاه بومی و عجیب و غریب اونجا وجود داره. علاوه بر اینها این باغ وحش بخش مزرعه داره که در سال 1988 افتتاح شد که شامل حیوانات اهلیه و به بازدید کننده ها اجازه میده تا به بزها و لاماها غذا بدن. باغ وحش سنت لوئیس. باغ وحش سنت لوئیس به عنوان یک باغ وحش پیشرو در مدیریت حیوانات، تحقیقات در مورد اونها، حفاظت و آموزش حیوانات شناخته شده. این باغ وحش 36 هکتاره و حدود 2000 تا حیوان در اونجا زندگی میکنن. باغ وحش سنت لوئیس یه قسمت آموزشی هم داره، به این صورت که سمورها و قورباغه‌ها و مارها و انواع پرندگان توسط مسئولای باغ وحش به صورت داوطلبانه از قفس بیرون آورده میشن برای اینکه بچه‌ها بتونن اونا رو از نزدیک تماشا کنن. باغ وحش اوکلند. باغ وحش اوکلند یه باغ جانورشناسی به وسعت 40 هکتار در اوکلند واقع در نیوزلند. بسیاری از حیوانات توی این باغ وحش زندگی میکنن. این باغ از سوی جامعه جانورشناسی اوکلند و شهرداری حمایت میشه. از سال 1922 میلادی تبدیل به یه جاذبه جهانگردی جذاب برای شهر خودش شده. در باغ وحش اوکلند گونه های جانوری و گیاهی زندگی می کنن که به نوبه خودشون بازدید از هر کدوم از اونها می تونه یه روز خوب رو براتون رقم بزنه. گردشگران تور نیوزلند در کنار تماشای حیوانات کم نظیر به گشت و گذار در میان طبیعت اطراف باغ می پردازن. همچنین برای رفع خستگی و استراحتی کوتاه رستوران هایی در میان راه قرار داره که با غذاهای خوشتم و لذیذ از شما پذیرایی می کنن. باغ وحش لس آنجلس. باغ وحش و باغ گیاهشناسی لس آنجلس به وسعت 54 هکتاره که در سال 1966 تأسیس شد و در لس آنجلس کالیفرنیا قرار داره. شهر لس آنجلس صاحب کل باغ وحش، زمین، امکانات و حیواناتشه. مراقبت از حیوانات، نگهداری محوطه‌ها، ساخت و ساز همگی بر عهده کارمندان اداری این شهره. از جوان 2019 دنیس ورت به عنوان مدیر باغ وحش اولین مدیر زن آفریقایی آمریکایی انتخاب شد. باغ وحش منفیس. باغ وحش منفیس واقع در مید تاون منفیس ایالات متحده آمریکا بیش از 3500 حیوان رو نگهداری میکنه. در واقع نزدیک به 500 گونه حیوانی توی این باغ وحش زندگی میکنن. این باغ وحش آوریل 1906 تأسیس شد. وسعت این باغ وحش 31 هکتاره. از اوایل دهه 1990 باغ وحش منفیس بیش از 77 میلیون دلار برای نوسازی و توسعه سرمایه گذاری خرج کرده. حیوانات این باغ وحش در 3 منطقه با 19 بخش زندگی می کنن. در سال 1916 ساختمان نمایش گیاهان افتتاح شد که بعداً به خانه پرندگان گرمسیری تبدیل شد. باغ وحش دالاس. باغ وحش دالاس یه باغ وحش 43 هکتاری که در 5 کیلومتری جنوب شهر دالاس، تگزاس و در پارک مارسیالیس قرار داره. این باغ وحش در سال 1888 تأسیس شده و قدیمی ترین و بزرگترین پارک جانورشناسی در تگزاسه. توسط انجمن غیرانتفاعی جانورشناسی دالاس اداره میشه. در داخل این باغ وحش بیش از 2000 تا حیوان، تقریباً 406 تا گونه زندگی میکنن.
مسیر حرکت باغ وحش دالاس به شکلی طراحی شده که برای دیدن اکثر حیوانات شما اول با فاصله و معمولاً از پنجره حیوان رو میبینید. بعد آروم آروم در طول مسیر به اونها نزدیکتر میشید. نکته بعدی این باغ وحش رعایت حقوق حیواناته. اینکه محیط زندگی هر گونه کاملاً متناسب با نیازهای اون و بزرگ و مناسب طراحی شده. در این باغ وحش خبری از قفس‌های کوچیک نیست. طراح باغ وحش ترجیح داده که بازدید کننده بیشتر راه بره و دور محل زندگی حیوان بچرخه تا اینکه حیوان رو در قفسی کوچیک بخواد زندونی کنه. محیط زندگی زرافه‌ها گود برداری شده تا سر حیوان در ارتفاع بازدید کننده قرار بگیره و بازدید کننده ها برای خرید 5 پرکاهو و نزدیک شدن به زرافه باید نفری 5 دلار بدن. و آخرین مورد باغ وحش بروکفیلد. باغ وحش بروکفیلد معروف به پارک جانورشناسی شیکاگو تو حومه شیکاگو بروکفیلد ایلینوی قرار داره. در این باغ وحش حدود 450 گونه حیوان زندگی می کنن. وسعت این باغ وحش 78 هکتاره. این باغ وحش 1 ژوئیه 1934 افتتاح شد. به دلیل استفاده از خندق به جای قفس برای جدا کردن حیوانات از بازدید کنندگان و سایر حیوانات به سرعت به شهرت جهانی رسید. این باغ وحش همینطور برای اولین بار در آمریکا پانداهای غول پیکری رو به نمایش گذاشت. اگه از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنین و با دوستاتونم به اشتراک بذارین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.